طبیعتا ما به عنوان کشور انقلابی نمیتوانیم حامی دیکتاتورها و رژیمهای موروثی و ماداب العمر باشیم. و بشار اسد نیز یک بعثی بود و طبیعتا نمیتونیم ادعا کنیم حکومت دموکراتیکی رو اونجا برقرار کرده بود و حمایت ما از همچین حکومتی تفاوتی با حمایت استعمار، چه استعمار پیر، چه استعمار جدید آمریکا که از سلاطین و شاهان قاصد و فاسد حمایت میکنه و منافع خودشو در حکومت‌های پادشاهی میدید، فرقی با اونها نمی‌کنیم. ما بایستی به خواست مردم سوریه تن میدادیم. آغازش بهار عربی بود، آغازش داعشی وجود نداشت. دخالت ما برای دفاع از بشار اسد، نگیم دفاع از حرم، در رکاب پیامبر در جنگ بدر کسی رفت خوب شمشیر زد و کشته شد. پیامبر فرمودن شهید راه حمار شد، به دنبال اون مرکب خوب طرف مقابل بود. و من میخوام بگم ندیم شهید راه بشار بشید. اگر برای حرم میخوایم دفاع کنیم در حرم چه کنیم؟ اگر برای حرم بود میگذاشتیم بشار برود و یک دولت دموکراتیک بیاید و ما قطعا با اون دولت رابطه‌مون بهتر از امروز هم میشد. با نفتی که داریم رایگان در اختیار میگذاریم، بودجه‌ای که شما در سوریه مصرف کردید، به هر دولتی میدادید سینفیت میامد و دست شما رو که هیچ، پای شما رو هم میبوسید. نظام اینها رو خودمون رو فریب ندیم. جنگ سوریه که بیش از 1 میلیون کشته داشته یک جنایت بشری است و باید زودتر تموم بشه. همین امروز هم اگر ما به سمت وحدت برویم و با هماهنگی تمامی کسانی که در این هستن، آمریکا، روسیه، ترکیه و حتی اگر ما بتوانیم آتش جنگ در خلیج فارس شعله ور نکنیم که اونها بودجه بدن به داعش، این اتفاق نیفته، داعش رو میتونیم با یک وحدتی ظرف 72 ساعت در اونجا کارش رو تموم کنیم. اما خب این یه نظریه بود که ما میتوانیم با دیپلماسی فعال خوب داعش رو تموم کنیم، کما اینکه میخواستن در 2014 با انتخابات بشار اسد برود و جانشین او بیاید. این تفاهم شده بود، منتها آقایون باز دبه کرد. آیا قاسم سلیمانی از پیامبر بالاتر است؟ نکند بالاتر از خداست؟ نظری دارد آیا قاسم سلیمانی در حوزه جنگی ما داریم رد میکنیم؟ این 5 سال با نظریه جنگی قاسم سلیمانی تا اینجا اومدیم، تمام منابع مالی و نظامی و شهدایی که تقدیم کردیم، جوانهای ایرانی، افغانی و سوری دارن در اونجا کشته میشن، برای چه؟ اگر میشود داعش رو مثل طالبان و مثل صدام نابود کرد و سر جای خودش نشوند، چرا این کار رو نکنیم؟ چرا ما منتظریم تا آمریکا و اسرائیل و عربستان و قطر داعش رو تجهیز کنه در برابر ما و ما مرتب جوانانمون رو بفرستیم و شهید بریم؟ با یک دیپلماسی زیبا میتونیم این دشمن مشترک رو از میان برداریم. کلام من نه اظهار ادب به فرماندهان جنگیمون بوده، نه حمایت از داعش. راهکاری بود برای نابودی داعش این که بگوییم آقای قاسم سلیمانی، شما سوپرمن نیستی، بتمن نیستی، این شبح‌سازی هایی که کیهان میکنه تو رو فریب نده، به خطا رفتی. هر موقع تو رو ضرر رو بگیری منفعت و ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است. امروز اقدام کنیم برای پایان دادن به جنگ سوریه بهتر از فرداست. من به این سیاست و موضع می ایستم، ادامه می دهم. آقای سلیمانی، اگر شما بر موضع غلط در این 5 سال که از نظر نظامی کاملا غلط است می خواهید بمانی، من شما را دعوت می کنم در صدا سیما در یک مناظره با تمام رفرنس ها و فکت هایی که بگوییم آیا شما درست عمل کردی یا این در مسیری که ما میگوییم. اگر شما دخالت نمی کردید در سوریه از اون اول و بشار اسد جاشو میداد به یک جانشین دموکراتیک، داعش اصلا به وجود نمی آمد، داعش نبود. تمام تندروهای کشورهای مختلف و آمریکا، اسرائیل، عربستان و به هم پیمانان خودشون جمع کردن در این منطقه برای اینکه انتقامی از ما ببینن و باعث و بانی این
اجتماع و این جنگ احزابی که برای ما رو هم داختن آقای سلیمانی شما بودید و شما رو به یک مناظره جدی در صدا سیما و هر جایی خواستید اگر نه بیارید در این سرای قلم با هم یک مناظره داشته باشیم ببینم پاسخی برای مطالب داریم. مردم رو با مارش عملیات با این که بگوییم مدافعان حریم و حرم این حرفها مردم رو فریب ندهیم، مردم رو شهید راه بشار اسد نکنید، مردم بایستی برای اسلام حرکت کنند. من صلح حدیبیه پیامبر رو بسیار کاراتر میدانم از جنگ ها و قضاواتی که آن حضرت انجام دادن، کما اینکه در دو سال بعد از صلح حدیبیه 20 برابر سالهای گذشته تمام سالهای گذشته به اسلام گرویدند. من فکر میکنم آقای سلیمانی امروز اگر بیایید به یک مناظره و تصمیم جدی گرفته شد برای بقای اسلام، برای بقای انقلاب، برای بقای ایران عزیز، بهتر از فرداست. من شما رو جدا به یک مناظره دعوت می‌کنم.